مسئول مرسی که واسه مصاحبه قبول کردی توی مصاحبه شرکت کنی. مثل هفته پیش که بچه دیگه هیئت مدیره پرسیدم، میخواستم اول از همه اولین سوال بپرسم ازت که به نظر دستاورت ها یا همون اچیومنت این هیئت مدیره الان چی بوده در سال گذشته، و کلا به نظرت کانتریبیوشن و نقش تو توی دو سال که توی هیئت مدیره بودی چی بود؟ مرسی تایز از وقتی که گذاشتی. من فکر میکنم، شخصا فکر میکنم، خب دستاوردهی که این هیئت مدیره داشته تعدادش زیاده، اگه آدم بخواد اسم ببره خیلی میشه، و یه سری خب دوستان دیگه‌مون توی بورد اسم بردن، ولی اون چیزایی که من شخصا خودم خیلی بهش پراود هستم، یکی این هستش که ما بخش بزرگی از کامیونیتیمون رو دعوت کردیم که توی دموکراتیک پروسس کانادا شرکت بکنن برای اعلام کردن درخواستاشون از دولت کانادا، و خب با کمک تعداد خیلی زیادی از اعضای کامیونیتیمون موفق شدیم که در موارد مختلف یه وایس قوی باشیم برای کامیونیتیمون. و این پروسس برای شخص خود من، این جرنی برای شخص خود من خیلی با ارزشه. مورد دیگه‌ای که بهش فکر می‌کنم و فکر می‌کنم خیلی با ارزش هستش، که برای اولین بار ICC از مندیت اونتاری خودش داره بیرون میره، معرفی می‌کنه خودش رو به پروونس‌های دیگه. الان بچه‌ها تو مونترال شروع کردن کار کردن، یه سری از بچه‌ها تو ونکوور شروع کردن کار کردن، یه تیمی هستش که توی کلگری داره شروع می‌کنه کار کردن، و خب اینا اینترستد هستن که اون لگسی ICC رو، یا به قول معروف اون لگسی که این تیم داره برجا میذاره رو دنبال بکنن، و خودشونم خیلی هاشون اپروچ کردن به ICC و دارن به تیم بزرگتر ما جوین میشن. این یه مورد دیگه بود. توی این پروسس اگه بخوام بگم نقش من چی بود، خب همونطور که خودت میدونی توی موارد مختلف توی هر ایونتی که ما داشتیم، من خیلی نقش ساپورت داشتم. یکی از نقش کلیدی من توی موارد مختلف موبالایز کردن بوده همیشه. حالا اگر یه پتیشن داشتیم، یه ایونتی داشتیم، AGMی داشتیم یا هر چیزی، من اون سپیشالتی من بوده که من همیشه اپروچ میکردم و از دیگران دعوت میکردم که بیان و شرکت بکنن. یه چیز دیگه ای که توی این موارد من فکر میکنم باید گفته بشه و امفسایز بشه این هستش که زمانی که من خودم با ICC آشنا شدم، خیلی ICC آدینس بیرونش بزرگ نبود. اون چیزی که من میدیدم همیشه این بود که حالا شاید مثلا 2000 نفر 3000 نفر مکسیموم آدینس داشت، ولی خب بر اساس استاتستیکی که ما الان داریم، استاتستیکی از دیتابیسمون میگیریم، از فیسبوک میگیریم، از وبسایتمون میگیریم، حدوداً در هفته 40,000 تا 50,000 تا بعضی موقع‌ها 100,000 تا آدینس داریم، چه ایرانی چه غیر ایرانی. و خب این خودش باعث افتخاره که ما تونستیم ارگانیزیشنمون رو به آدینس کانادایی و آدینس ایرانی کانادایی به این وسعت معرفی بکنیم. مرسی خانم. اما اتفاقا بحثی که مطرح کردی که خودت موقعی که وارد شدی، سوال دوم منم به همین ربط داره، که به نظرت موقعی که قبل از اینکه وارد هیئت مدیره بشی، 2 سال پیش بود دیگه، درسته، اون موقع چه اکسپکتیشن و چه انتظاری داشتی از هیئت مدیره، و وقتی که وارد هیئت مدیره شدی و واقعیت ها رو دیدی چقدر فرق میکرد با اون چیزی که مواجه شدی؟ حقیقتش اکسپکتیشن هایی که داشتم، خب به هر حال توی هر برنامه ریزی که میشه یه سری برنامه ها ریخته میشه، انجام نمیشه. مثلا همون موقع یک پتیشن رو ما شروع کردیم با کمک یه MPP مایک کول برای خانم مریم رشیدی که اون اتفاق ناگوار براشون افتاد. خب اون جلو نرفت و اون حالا جلو نرفت همش به تصمیم ما نبود. تصمیم بود که یه بیلی بود که قرار بود
MPP معرفی بکنه و جلو نرفت. مثلا خب پیش میاد برنامه هایی که تا وسطش میری و به نتیجه نمیرسه. این یه چیزی هستش که نمیتونم بگم خیلی دور از اکسپکتیشن من بود. به هر حال برنامه هایی هستش که آدم جلو میبره و به اون نتیجه که میخواد نمیرسه و برنامه هستش که جلو میبری و به نتیجه میرسه. به هر حال موارد مختلف هست. یه چیزی که هستش این هستش که وقتی که من شروع کردم 2 سال پیش، چیزی که توقع داشتم اینه که خب یه انتظار دیگه ای از بورد میتینگامون داشتم، یه انتظار دیگه ای از ترن اوت ایونت هامون داشتم، مخصوصا سال اولی که شروع کردیم. و خب به هر حال همه جا هر جا که آدم کار میکنه یه سری کانفلیکت هایی هست. من انتظارم این بود که کانفلیکت رزولوشن ما خیلی سموتر جلو بره، ولی خب در بعضی موارد خیلی سموت جلو نمیرفت و خب این سرعت کار گروه رو خیلی کم میکرد. بعضی موقع خیلی از کار رو ماها عقب میافتاد به همین دلیل. این یه چیزی بود که البته خب ما این تجربه رو روی بورد جدید نداشتیم، چون سعی میکردیم که هممون به یه نحوی با هم کامیونیکیت بکنیم و هممون در هر جایی from time to time compromise کردیم، از نقطه نظرهای خودمون تغییر دادیم نقطه نظرهای خودمون رو و با جمع خودمون رو هماهنگ کردیم. ولی خب در اوایل این برای من یه مقدار چیزی بود که توقعشو نداشتم، ولی خب باز اینم یک درسه. آدم یاد میگیره که هر جایی همیشه همه چی خیلی آسون به دست نمیاد، بعضی موارد خیلی تایم میبره تا بخواد انجام بشه، از اون چیزی که آدم فکر میکنه زمانی که میبره خیلی بیشتره. مورد دیگه ای که مد نظر داشتم، یه مورد دیگه هم بود مد نظر داشتم که الان حالا یادت افتاد بگو. سوال سوم بپرسم ازت. سوال سوم اینه که به نظرت چه چیزایی یا اون کسایی که میخوان خودشون رو در واقع توی وارد این تجربه هیئت مدیره بهش در واقع وارد بکنن، چه چیزایی باید در نظر بگیرن؟ تو به هر حال 2 سال تجربه هیئت مدیره داشتی با 2 تا بورد مختلف، به نظرت که در آینده چه آدمایی خوبه که این سازمان به چه آدمایی نیاز داره، به چه تجربیاتی نیاز داره، چه جور آدمایی بهتره که جذب سازمان بشن در پوزیشن هیئت مدیره اکزیکیوتیو؟ یه چیزی که البته شما خب خودتون خیلی دارید الان این رو روش کار میکنید و پروموت میکنید، من این یه چیزی که من شخصا it's very close to my heart که دوست داشتم. خیلی جندر پاریتی ما داشتیم، یه بالانسی داشتیم توی بوردمون. همطور که خود میدونی الان در حال حاضر نداریم، 2 تا خانوم داریم، 7 تا آقا و environment is very male dominant. thankfully شماها خیلی invite میکنید و دعوت میکنید خانوما رو که شرکت بکنن و دارید تشویقشون میکنید که شرکت بکنن. اون چیزی که من دوست داشتم در آینده ببینم این بود که خب خیلی خانمای بیشتری وارد این فیلد بشن. There are times that there are frustrations. یه موقعی هستش که خب بالانس کار بالا پایین میشه، آدم فکر میکنه 20 ساعت برای یه چیزی باید وقت بذاره، ولی یهو میبینی مثلا 40 ساعت برای برنامه وقت میذاری. این چیزایی هستش که برای هر کسی که میخواد وارد این سازمان بشه باید اینو مد نظر داشته باشه. There are emergency cases that comes up. مثلا قضیه ترامپ بود که بند کرد مسلمانان رو و وقتی امرجنسی کیس بالا میاد ما دیگه نمیتونیم بگیم که، معمولا ما نمیتونیم بگیم که ببخشید ما خونه زندگی داریم و باید با اون امرجنسی کیس آن هند دیل بکنیم. این چیزایی هستش که هر کس که خب این یه خصوصیته که ICC داره و ارگانیزیشن دیگه ندارن، چون ICC is an advocate organization. کسایی که میخوان جوین بشن بهتره که اینا رو مد نظر داشته باشن. بعضی موقع ساعتهای خیلی طولانی کار هستش، ولی خب end of the day برای شخص خود من خیلی rewarding بوده. با تیم خیلی خوبی کار کردم، از بچه ها خیلی چیزا یاد گرفتم،
دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و حتی توی این پروسس از والنتیرامون خیلی چیزای خوب یاد گرفتم. توی والنتیرامون دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و این خیلی ارزشمنده. It pays off the amount of time and energy that you put in. مرسی. خیلی ممنون. مرسی از وقتت. مرسی.